باشگاه ها برای قهرمانی کلی هزینه میکنن، امکانات میارن و تازه خیلی وقتا هم به نتیجه نمیرسن. تو ایران هم ما یه زمانی موفق ترین باشگاه کشور تو صندوق عقب یه پیکان خلاصه میشد. پیکانی که صاحبش علی پروین بود و ماشینش رو به هیچ مقصدی جز قهرمانی هدایت نمیکرد. پروین واسه تبدیل شدن به سلطان به جای تاج و تخت فقط یه پیکان، چند تا بازیکن و تپه های داوودیه رو لازم داشت. برای چند دهه تصور پرسپولیس بدون پروین غیر ممکن. سلطان 12 سال واسه پرسپولیس بازی کرد، بعد 6 سال همزمان بازیکن و مربی بود و بعدش کفشاش رو کنار گذاشت و روی هم 11 سال پرسپولیس و 5 سال تیم ملی رو مربیگری کرد. مقصد آخر پیکان پروین قله پر افتخارترین تیم لیگ ایران واسه پرسپولیس بود. هر بار که پرسپولیس بازی کنه و چند ده هزار نفر روی سکوها بشینن، پروین احتمالاً توی خونش لبخند میزن. یه سلطان، یه اسطوره و یه پدر که پرسپولیس رو چند دهه تو صندوق عقب ماشینش گذاشت و نذاشت طوفانای سیاسی و اجتماعی رنگ قرمز رو از فوتبال ایران بگیرن.